مهدی گلرو فعال سیاسی رو همراه خودمون داریم. خانم گلرو، جمهوری اسلامی همه ابزار رو در اختیار داره، شلیک میکنه به معترضان، ارتش سایبریش در رسانه‌های اجتماعی مدام در حال توییت کردنه با وجودی که مردم قطع دستشون به اینترنت، از طرف دیگه دستگیری ها رو داریم، تهدید و ارعاب رو داریم، اما الان وارد دومین ماه خیزش شدیم، میبینیم که جوانان محلات شهرهای مختلف دوباره فراخوان میدن برای اینکه مردم بیان داخل خیابون ها. فکر میکنید دلیلش چیه؟ چرا این جنبش، این خیزش انقدر طولانی شده با وجود همه تهدیدها؟ این خیزش طولانی تر از تجربه های قبلی مردم ایران هست. تجربه های قبلی ما به خاطر اینکه ما تجربه های مختلفی داشتیم، راه های مختلفی رو امتحان کردیم، روش هایی رو یاد گرفتیم، سرکوب شدیم، بسیاری از مردم کشته شدن، بازداشت شدن، زندانی شدن و همه اینها به نظر شکست هایی می اومده که ما در طی این میشه گفتش که 30 سالی که تلاش شده، به جز حال دهه اول انقلاب رو بخوایم به عنوان دوره هژمونی جمهوری اسلامی در نظر بگیریم، وگرنه که در تمام این 43 سال تلاش شده واسه اینکه جمهوری اسلامی در واقع تغییر بکنه. اگر بخوایم همه این تجربه ها رو کنار هم دیگه بگذاریم، همیشه تصورمون این بوده که خب ما شکست خورده هایی هستیم، ما نسل شکست خورده ای هستیم که هیچ وقت توی هیچ کدوم از کمپین ها، تلاش ها، انتخاب کردن ها، کارناوال های انتخاباتی یا اعتراضات خیابانی، تحصن ها هیچ وقت نتونستیم پیروز بشیم. اما الان توی نقطه ایستادیم که اتفاقا نشون میده که همه اون کارهایی رو که در طی این 40 سال انجام دادن مردم ایران تبدیل شده به یک تجربه با ارزش. شما میبینید الان دیگه جمهوری اسلامی اگر میاد اعتراف تلویزیونی پخش میکنه، هناش رنگی نداره. اگر میاد خانواده ها رو مجبور میکنه به اینکه بگن فرزند ما خودکشی کرده یا فرزند ما از بلندی افتاده یا هر کدوم از اینها، کوچکترین تأثیری توی اعتراضات نداره. یا حتی اگه گفته میشه که قراره که سوریه بشه، قراره جنگ داخلی صورت بگیره، همه اینها حرفایی بوده که جمهوری اسلامی تو سالهای قبل زده یا گفته که از این ممکنه بدتر بشه، پس بیایید رأی بدید یا بذارید دولت که عوض شد اون موقع تو انتخابات شرکت کنید، یه چیزایی رو بخواید تغییر بدید. همه این روش ها رو جمهوری اسلامی رفته و همه راه ها رو هم مردم امتحان کردن و الان با بیشترین تجربه ای که یک ملت میتونه داشته باشه برای مقاومت کردن در برابر یک دیکتاتوری، مردم چه خیابون ها هستن و هیچ کدوم از روش هایی که جمهوری اسلامی استفاده میکنه میبینیم که در طی این تقریبا 40 روز جواب نداده. خانم گلرو، اشاره کردین به روش هایی که جمهوری اسلامی استفاده کرد و جواب نداد و هنوز با وجود تمام ابزار سرکوبی که داره، مردم دارن تشویق میکنن همدیگر رو که به مبارزه خودشون ادامه بدن. فکر میکنین که شما نشانه هایی از سردرگمی و فرسودگی رو میبینین توی بدنه سرکوب در جمهوری اسلامی؟ نشانه ها چیه؟ 100% این سردرگمی در نیروهای سرکوبگر وجود داره. یکی از مهمترین دلایلش تفاوت معترضین و نیروهای سرکوبگر هست. ببینید، به تعداد معترضین داره افزوده میشه، امیدشون داره بیشتر میشه و گروه‌های متنوع‌تری دارن به گروه‌های معترض اضافه میشن. بعضی از شهرهایی که توی 2 هفته اول اعتراضات درشون شکل نگرفته بود، تجمعات درشون شکل نگرفته بود، دیدیم که توی 3 هفته اسم‌های جدید از شهرهای کوچک جدید به گوشمون می‌خورد و همین گذشته همینطور، به خاطر اینکه آدم‌ها ترسشون کمتر میشه، کنار هم بودنشون ارزش پیدا میکنه و راههایی رو پیدا میکنن برای اینکه بتونن دیوار نویسی کنن، شعار بدن، تراکت پخش کنن، یه جوری خودشون رو بخشی از این انقلاب بکنن. و از سوی دیگر میمونه نیروهای سرکوبگر هستن. اون نیروهای مزدور هستن، یک اقلیت بسیار بسیار ناچیزی میتونیم بگیم که توی اون سمت هستن که اعتقاد دارن به جمهوری اسلامی. بقیه‌شون نیروهای سرکوبگر هستن که مزدورن. برای یه کسی که مزدور هست، حساب کردن و حساب و کتاب کردن بین هزینه فایده، اینکه من چقدر دارم از خوابم میزنم، چقدر دارم خسته میشم، چقدر دارم از تفریحم میزنم، چقدر از خانوادم دارم میزنم، چطور دارم اینقدر خودم رو خسته میکنم، با اون پوله میسنجه. اما نیروی معترض دیگه با چیزی نمیسنجه، با این میسنجه که من میخوام زندگیم عوض شه، میخوام آزادی داشته باشم. این بزرگترین تفاوتی هست که ما توی خیابون ها میبینیم. گروهی از مردم معترض که برای آیندهشون، برای بهتر شدن زندگیشون دارن مبارزه میکنن و گروهی مزدور که همش باید تو ذهنشون محاسبه بکنن که این پولی که ما داریم میگیریم ارزش اینو داره که انقدر کتک بخوریم یا مثلا بترسیم یا احساس ناامنی حتی بکنیم توی ویدیوهایی که میبینیم. به خاطر همین توی این مدت میبینیم که هی داره فرسوده تر میشه، این در واقع توی روند فرسایشی قرار گرفته نیروهای سرکوب. از سمت دیگه داره ازشون در واقع کم هم میشه. شما میبینید که نیروهایی هستن که دارن اعلام میکنن که خب ما نمیخوایم نیروهای سرکوبگر باشیم، یا میبینید که توی سری از ویدیوها معترضین از یک
کوچه های از این خیابون های رد میشن، نیروهای سرکوبگر روشون رو میکنن اونور، انگار که ما نمیبینیم که شما دارید از اینجا فرار میکنید یا از اینجا دارید رد میشید. این خودش هم باز باعث میشه که یک بخش دیگه از نیروهای سرکوبگر هم دوچار فرسایش بشن، هم دوچار شک بشن که آیا کاری که دارن میکنن درست هست یا نه. این بزرگترین تفاوت نیروهای معترض و مردم و نیروهای سرکوبگر هست. مردمی که به خاطر عشق به زندگی دارن مبارزه میکنن و گروهای مزدوری که فقط به خاطر پوله که دارن سرکوب میکنن. مهدی گلرو، ممنون از حضورتون در این گفتگو.